با درود فراوان خدمت تمامی هموطنان عزیزم و تمام کسانی که در این دوران بحرانی و حساس قلبشون در تب و تاب واسه ایران، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و موفق باشید هر کجای دنیا که هستید. همونطور که در جریان هستید، بعد از ظهر روز یک شنبه ماموران اداره اطلاعات جزیره کیش در یک حرکت غیر انسانی و بسیار شنیع به پیروان مکتب سلسله گنابادی در هنگام وقت عبادتشون یورش بردن در حسینیشون و اونا رو با یک حرکت وحشیانه از حسینیشون بیرون کردن و در آخر درهای حسینیه رو پلم کردن و جوش دادن. در همین رابطه کمیته جهانی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران بیانیه‌ای رو صادر کردن که لازم دونستم خدمتتون بخونم. بنا به قرار اطلاعات رسیده، در بعد از ظهر روز یک شنبه 16 اسفند ماه 88 عده‌ای از مزدوران لباس شخصی با ادعای وابستگی به برخی نهادهای امنیتی بدون ارائه هیچ گونه مجوز قانونی به طور خودسر اقدام به هجوم و اخراج دراویش طریقت گنابادی از محل حسینیه خودشان در وقت انعقاد مجلس عبادی و دعا و نیایش پروردگار در جزیره کیش کرده و پس از بیرون کردن عموم آنها از حسینیه مزبور به بستن و جوش دادن درهای ورودی این مکان مبادرت نمودند. همین گزارش ها حاکی است که مزدوران مزبور که برخلاف دستور مقام قضایی و مقررات جزایی کشور دست به این اقدامات غیرقانونی زدند، خود را مأموران اداره اطلاعات جزیره کیش معرفی کردند. کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران اعلام می‌دارد که در صورت عدم اقدام سریع و عاجل مقامات قضایی کشور نسبت به پیگیری موضوع و رفع ستم از دراویش ساکن جزیره کیش، علاوه بر ارجاع این امر به سازمان‌های مدافع حقوق بشر، اقدام به برگزاری تحصن‌ها و راهپیمایی‌های بزرگ در شهرهای مختلف کشورهای غربی خواهد نمود. کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران، بروکسل، تورنتو، واشنگتن، 16 اسفند ماه 1388 خورشیدی، به امید برقراری آزادی، برابری، دموکراسی و برادری در ایران عزیزمون.